منتظرن و موندن ببینن چه باید بکنن. این هم برخورد این شکلیه. مظلومی یکی یکی داره خودش بازیکناش از زمین بیرون میاره. حالا میاد به سمت داور، تراپور رو هم حال میده بیرون. اوه اوه اوه. یکی باید این پرویز مظلومی رو بگیره از زمین بیاره بیرون. در اوج عصبانیت خودش هست. واقعا انتظار یه همچین روزی رو نداشت. همون اول نیمه اول بازی، زمینی که شما میبینید حالا به چه شکلی برخورد پیش اومد. اینجا سید صالحی وارد محوطه جریمه شد، توپ و زد رودباریان. توپ و زد، حالا اگه برخوردی هم پیش اومد بعد از دفع توپ بود. این هم علی دایی که کنار زمین ایستاده و منتظره ببینه چه اتفاقی افتاده. در جهت خلاف حرکت رودباریان هم خلط‌بری تونست دروازه رو باز کنه. به هر حال یه بازی پر از حاشیه که خوراک 90 این هفته فکر میکنم دیگه تامین شد. حالا ببینیم به هر حال بازی دنبال خواهد شد یا خیر. آقای فنایی هم یه جورایی داره آروم میکنه مدیر عامل مصر، هم میبینید آقای ایران منش رو که رفته اونجا موسفیدی کنه. خلاصه همه اینها تلاششون بر اینه که بازی دنبال بشه. پنالتی که اعلام شد، دیگه عصبانیت مظلومی به اوج رسید. علی دایی هم که آب میخوره بغل زمین. به هر حال اون نتیجه خودش رو گرفته و کاری به این کارا نداره و اصلا وارد ماجرا نمیشه اون طرف. خب فکر میکنم که بله، حالا یه جورایی پرویز مظلومی رو راضی کردن. میاد روی نیمکت مینشینه. پرسپولیسی ها از یه طرف دارن تیمشون رو تشویق میکنن، تماشاگران مصر هم به یه شکل دارن اعتراض میکنن، نیروی انتظامی هم اومده، خلاصه همه هستن.